همون جور که از تایتل مشخصه بچه ها، بازی اپکس لجند موبایل بتای چهارمش توی کشورهای کلمبیا و مکزیکو پرو عرضه شده و همون جور که میبینید ما موفق شدیم که بازی نصب کنیم و اجراش کنیم. بازی سری چینج های خیلی بزرگی داشته، خصوصا تو قسمت گرافیکش که واقعا من حس کردم این بخشو و یه مقدار بهتر شده، گیم پلیش روانتر شده خصوصا روی این دیوایس جدید من. من یک بازی رو نصب کردم و یک گیم پلی هم باش رفتم، حالا گیم پلی رو توی ویدیو بعدی آپلود میکنم که اگه دوست داشتین ببینید. اما قبل از اون بچه ها قرار که به تاموزش بدم چجوری بازی روی دیوایستون نصب کنیم و بدون مشکل بیاریدش بالا. بازی بتای چهارم هستش و میتونید که با یک گیم پلی فوق العاده زیبا همراه باشید. پس حتما ویدیو رو تا آخر ببینید، توی چند سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش رو بزنید، ویدیو رو هم لایک کنید. دمتون خیلی گرم. خب بچه، بعد اینکه بازی دانلود کردین وارد فایل منیجرتون بشید، تو اون لوکیشنی که فایل بازی حالا یا با دانلودر یا پوشه ADM میشه یا پوشه دانلود، وارد پوشه ADM میشه و فایل دانلودی رو باز میکنید، باز مجدد وارد میشین، پوشه کاندیدات EA GPU رو کپیش میکنید توی قسمت اندروید OBB، فایل اینجا پیست میکنید. من یه بار قبلا سعی کرده بودم بریزم، ایرور داشت، شما اگه ریختید هیچ ایروری نمیده، در جا براتون کپی میکنه. بعد اینکه کپی کردید سب کنید تا پروسه کپی کردن تموم بشه، برگردید به قسمت دانلود فایل و فایل APK هم دانلود بکنید. یه بقید سب کنید بازی نصب بشه. خب این پروسه هم که تموم شد بچه ها میتونید وارد بازی بشید. خب بعد اینکه وارد بازی شدید بازی رو باز کنید، یه مقدار صبر کنید تا فایل های دانلودی رو وریفای کنه و دسترسی لازم بهش بدید. خب بچه، اگر این ایرور دریافت کردید کاری نداره، الان بهتون میگم چجوری این ایرور رو رفع کنید. از بازی خارج بشید، نرم افزار لکی پچه رو براتون گذاشتم، نرم افزار لکی پچه رو نصب کنید آخرین ورژنش رو، فایل اپکس لجند اینجا پیدا کنید، تاچن طولانی بکنید، گزینه دوم که میشه ریموو لایسنس وریفیکیشن اینو بزنید، قسمت بعد گزینه اتو مود بزنید مجدد. تو این قسمت بچه قسمت اکستریم اتو مود و این تیک ریموو دپندش های سو بزنید. حالا نمیدونم دقیق تلفظ کردن یا نه، دیگه برخواد ببخش بچه، من دیگه نمیدونم اینه چیه دقیقا. خب اینا رو میزنید، بعد اپلای میکنید، یه مقدار سب میکنید تا مجدد این پروسه طی بشه. خب بعد اینکه پروسه طی شد، همجا که میبینید اینجا پیغام موفقیت آمیز چند تا گزینه هاش اوکی، همون برای ما کفایت میکنه، بازی لانچ میکنید مجدد، ببینید که ایرور رفع میشه و چون بدون هیچ مشکلی میتونید وارد بازی بشید. خب در ادامه بچه ها مجدد باز سب کنید تا فایل های بازی رو در اون برنامه دانلود کنید، چیزی حدود 1 گیگ هستش. بعد اینکه فایل دانلود شد مجدد با هم مراحل مرور میکنید. خب بچه، وقتی بازیتون دانلودش تموم شد توی بازی ایرور میده، نمیتونید وارد بازی بشید، از بازی خارج بشید و بیاید این وی پی انی که تو کانال تلگرام براتون قرار دادم باز کنید و توی قسمت لوکیشن این آخر سرور مکزیک هست که در حال حاضر پینگش برای من 166 متصل بشید بهش و وارد بازی بشید. خب دوستان، بعد که وارد بازی شدی شما شد 3 تا گزینه، گزینه مهمان، گزینه گوگل پلی و فکر کنم از قبل گوگل پلی هم زدم و با اکانت گوگل پلی هم میره، چون دیگه اکانتم رو گوگل ذخیره میمونه، بعدا که لاگ این کنم میتونم با هم اکانتم پلی بدم. معمولا وقتی شما برای بار اول میرید توی بازی، شما وارد سرور یعنی بخش آموزشی بازی میشید، چیزی مثل حدود بازی کالافه، آموزشی که تموم کنی بازی هم مجبورید برید انجام بده، بازی هم که توی بتل رویال تموم کردید دیگه میتونید بتونید بازی تنظیمات دلخواهتون رو انجام بده. اینجا هم که منوی بازیه، توی قسمت ستینگ هم همینجور که مشخصه
گرافیک بازی تا اولترا اچ دی باز شده که من اولترا اچ دی تست کردم خیلی بد جواب میداد، در حالی که گوشی من اصلا باید نباید مشکل داشته باشه، ولی خب من سعی کردم روی اچ دی اولترا بذارم که گرافیک روون باشه. اینم از این، از قسمت کنترل سیتینگ میتونید حالتون رو تغییر بدید و بازی بکنید. بچه مرسی از اینکه تا اینجای کارم همراه بودید. اینم از ویدیوی نسل اپکس لژند موبایل بتای چهارمش، و یادتون نره حتما توی کانال سابسکرایب بکنید و زنگوله بغلش هم روشن کنید، چون زنگوله خیلی مهمه و میتونید ویدیوهای بعدی من و شما نفر اول ببینید. ویدیو رو اگه دوست داشتین لایکش هم بکنید، کامنت هم اگه بذارید دیگه خیلی بزرگواری. دم همتون خیلی خیلی گرم. پس توی ویدیو بعدی میبینمتون.